درود به شما براندازهای عزیز. هرچقدر خامنه ای بیشتر به زنان ایرانی فشار وارد میکنه، اونها در مبارزه برای رسیدن به آزادی شجاعتر و مصممتر میشن. با سلام و درود، شاهنه بیسی، شهر تبریز، مرکبر خامنه. امروز 25 فروردین، شاهنه بیسی، تبریز. سلام. خامنه ای مزدوران گشت ارشاد رو دوباره به خیابان‌ها فرستاد. اول ویدیوهایی از برخورد وحشیانه مزدوران در بازداشت زنان و مزدوران مردی که زنان رو به بهانه بازداشت بغل می‌کنن تماشا کنید، بعد صحبت‌های یکی از این دختران که موفق شده از دستشون فرار کنه رو با هم می‌بینید. یکی از دخترانی که موفق شده با کمک مردم از دست وحوش گشت ارشاد فرار کنه، تجربه اتفاقی که براش افتاده رو بازگو کرده. فقط تماشا کنید تا به میزان حرامزاده بودن این حکومت آخوندی بیشتر پی ببرید. سلام. نمیدونم میزان یا نه، ولی الان میخواستن ببرن سر فتیش آقی، بعد افتادم زمین تو بساط خیابون، بخواستم خیابون رد شم، مرده اومد نزدیکم، پلیسه ونم وایستاده بود که بی گفتم که دست به من نمیزنی یا برو دور شو از من، بعد زنه اومد هی کیفم و دستم و اینا رو میکشید، چند تا هم بودن زنا، و من هی جیغ زدم گفتم که ولم کن، به همه چون استرس داشتم که موبایلم بگیرم. بعد نمیم خودم رو انداختم زمین، افتادم وسط خیابون و ماشینا همینجوری شروع کردم به بوق زدن شدید دمشون گرم. بعد هیچ دیگه بلم که ازم فیلم گرفتم با لبخند اون زن چادری ها. بعد دیگه همه ماشینا بوق زدن، منم این بر خیابون یه آقای به هم آب داد و گفت بیا بشین اینجا یکم حالت بهتر شو اینا دیگه. همین اولا اومدم سوار ماشین شدم، ولی نمیدونم که چی میشه بعدم، دوباره نمیتونم هم بگم مواظب خودتون باشین، چون چجوری مواظب خودتون باشین مگه اینکه رو سری سرمون کنین دیگه.
مثلا قرار بود رئیسی گشتای ارشاد رو جمع کنه و گشت ارشاد مدیران رو راه اندازی کنه، اما رکورد اختلاس در دولت شکسته شد و حتی امام جمعه تهران هم دزد و فاسد عذاب در اومد. کاظم صدیقی نه تنها توسط گشت ارشاد مسئولین بازداشت نشد، بلکه گشتای ارشاد برای آزار و اذیت دختران ایرانی دوباره به خیابانها بازگشت. چند روز قبل داشتم با پدرم صحبت میکردم. هنوز نمیدونه که من مجری براندازم. بهش گفتم بابا اینا همشون دزدن، حتی امام جمعه هاشون. گفت وقتی خود رهبر دزد نباشه اشکالی نداره. بهش گفتم اون که خودش سردسته دزداست. از اون روز تا الان با هم حرف نمیزنه، ولی مطمئنم راست‌ترین حرفی که توی عمرم زدم همین بوده. در خبرها خوندم که نماز جمعه تهران رو فردا قرار آقای کاظم صدیقی برگزار کنه. این خبر رو بذارید کنار خبرهایی مثل اینکه یه سارق در مشهد به خاطر دزدی چند تا گوسفند انگشتان دستش قطع شد. من یاد مناظره دزد و قاضی پروین اعتصامی افتادم. برد دزدی را سوی قاضی اساس، خلق بسیاری روان از پیش و پس. گفت قاضی این خطاکاری چه بود؟ دزد گفت از مردم آزاری چه سود؟ گفت بدکردار را بدکیفر است. گفت بدکار از منافق بهتر است. گفت هان برگوی شغل خیشتن. گفت هستم همچو قاضی راه زن. گفت آن زرها که بردستی کجاست؟ گفت در همیان تلبیس شماست. گفت آن لعل بدخشانی چه شد؟ گفت میدانیم و میدانی چه شد. گفت پیش کیست آن روشن نگین؟ گفت بیرون آر دست از آستین. دزدی پیدا و پنهان کار توست، مال دزدی جمله در انبار توست. تو قلم بر حکم داور میبری، من ز دیوار و تو از در میبری. حد به گردن داری و حد میزنی، گر یکی باید زدن صد میزنی. میزنم گر من ره خلق ای رفیق، در ره شرعی تو قطاع الطریق. میبرم من جامعه درویش اور، تو ربا و رشوه میگیری به زور. دست من بستی برای یک گلیم، خود گرفتی خانه از دست یتیم. من ربودم موزه و تشت و نمد، تو سیه دل مدرک و حکم و سند. دزد جاهل گر یکی ابریق برد، دزد عارف دفتر تحقیق برد. دیده های عقل گر بینا شوند، خود فروشان زودتر رسوا شوند. دزد زر بستند و دزد دین رهید، شحنه ما را دید و قاضی را ندید. من به راه خود ندیدم چاه را، تو بدیدی حج نکردی راه را. میزدی خود پشت پا بر راستی، راستی از دیگران میخواست. دیگری گندم نمای جو فروش، با ردای عجب عیب خود مپوش.